خب متشکر از اینکه تشریف دارین و ما میتونیم بعد از مدت زیادی که در مثنوی تأخیر شد این داستان رو دنبال بکنیم. ماجرای جنگ اسکندر با زنگیان بود که یه مقدارم کشدار شده بود و بالاخره در این کش و قوسا بود. حالا امروز احتمالا این جنگ تمام میشه و اسکندر میخواد غنایم جنگی رو تقسیم بکنه. ما رسیدیم به اون آستانه پیروزی اسکندر بر زنگیان، چون اولش سپاهیانش حتی به اصطلاح ترسیدن از زنگیان، ولی اسکندر خودش به تنخیش رفت جنگید و موازنه جنگ رو عوض کرد به نفع قوای رومیان. حالا میگه پیروزی یافتن اسکندر بر لشکر زنگیان. آقای راد ببخشید، نسخه که شما میخونین این همین نسخه ای که روی صفحه است؟ بله بله. خیلی من بله. بیا ساقیا جور تا کی کشم، به دل دردمند و به تن ناخوشم. بیاران خور از ساغر خاوری، به منده که تا کی کنم داوری. خب همینجور که میدونین بخشای مختلف کار خودش رو با یک ساقی نامه و یه دو بیتی در توصیف می و فواید می و می خوردن شروع میکنه و بعد هم همیشه یه مقدمه داره خارج از داستان. این برای من خیلی چشمگیره، نمیدونم چقدر شما خوشتون میاد، برای من که میخونم فوق‌العاده چشمگیر میاد و جالب میاد. البته میتونم تصور بکنم که کسانی که به اصطلاح خط نویسندگی رو تعقیب میکنن و نظامی رو یه داستان نویس میپندارن که خب پندار غلطی هم نیست، خوششون نیاد از این روش، چون خب این مغایر با داستان نویسی است. داستان باید همینجور ادامه پیدا کنه دیگه، چه معنی میده هی وسط داستان ما قطع کنیم مثلا یه چیز بی ربطی بگیم. ولی من از این باب که این داستان نویسی رو یا داستان سرایی رو شبیه میکنه به استوری تلینگ و شبیه میکنه به نقالی، از این منظر خوشم میاد و به نظرم ابتکار قشنگیه که نظامی زده توی این کار خودش. ولی خب میتونم بفهمم که این نمیتونه دنبال بشه و پیروی بشه، این محدوده. یه وقتی یخ آدم میگیره، یه وقتی آدم قشنگ میتونه این کار بکنه، یه وقتی هم نمیشه دیگه این کار بکنه. و بهتره که آدم اگه بخواد داستان بنویسه از همون روند روال داستان نویسی تبعیت بکنه، تا اینکه هی قطع کنه حرفشو و بخواد یه موضوع ثانویه‌ای، یک اتنشنی، یه اتنشن گرابری در واقع هی اضافه بکنه به داستانش. اینجا ببینن اینو ما خوندیم هفته قبل، فقط یه توضیحی من بدم که میگه بیا ساقیا جور تا کی کشم. دیدن ما یه اصطلاحی داریم امروز میگیم مثلا جور فلان کس رو من کشیدم، یا سعدی میگه که چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. این جور کشیدن به معنی ستمی که بر کسی رواست من بر دوش خودم بکشم و من تقبل بکنم، خب یه معنی جور کشیدن هست. خود این که اصلا ستم کشیدن و بلا کشیدن هم معنی دیگر جور کشیدن است، معنی مستقیمشه. یعنی من وقتی میگم جور میکشم یعنی این که ستم میکشم، بلا بر سرم چیز شده. مثلا میگیم فلانی مثلا تفلکی زن جور کشیست، یعنی هی ستم و بدبختی و مکافات در زندگی بر سرش بوده. یا مثلا میگیم که فلانی جور فلانی رو میکشه، خب این معنی دوم هست. اما یه معنی سومی هم هست در جور کشیدن، چون خط جور در پیاله آخرین خط پیاله است. یعنی پیاله اگر 7 خط داشته باشه به خط هفتمش میگن خط جور. یعنی پیاله مالامال از شراب رو وقتی در بکشی و سراسر اون رو بنوشی، لا جرعه اون رو بنوشی، جور کشیدی یه جوری. یعنی خط تا خط جور از پیاله نوشیدی. چ
چون کشیدن یکی از معانیش یعنی نوشیدن دیگه، مثلا دردی کش، ما درد کشان خاطر غمناک نداریم. دردی کش یعنی چی؟ یعنی در واقع دردی نوش فلواره. خب پس ببینن یه سه تا معنی داره جور کشیدن، که اینجا معنی اولیه واقعا منظور هست، یعنی ستم کشیدن، ولی معنی های بعدی یک رنگامیزی میده به این، به خاطر که مخصوصا مربوط به شراب هست و مربوط به ساقی است. میگه بیا ساق یا جور تا کی کشم، چقدر ستم، چقدر ظلم، چقدر بی‌عدالتی، به دل دردمند و به تن ناخوشم، من دیگه حال و حوصله ندارم، من دیگه توان ندارم، من دیگه زور و مقاومت ندارم، بیاران خور از ساغر خاوری. اون خورشید می رو اجازه بده که طلوع بکنه، اون اجازه بده که من روی ما، روی زیبا و درخشان شراب رو در جام ببینم. وقت نوشیدنه، به من ده که تا کی کنم داوری، تا کی جنگ، تا کی ستیزه، تا کی درگیری، من دیگه توانش رو ندارم. چو روز دیگر چشمه آفتاب برانگیخت آتش ز دریای آب، وقتی که روز دیگه شد دو لشکر به هم برکشیدند کوس، چو شطرنجی از آج و از آبنوس. خب آج میشه رومیان که مهرهای سفید شطرنج هست، و آبنوس میشه زنگیان که مهرهای سیاه شطرنج. تزروان رومی و زاغان زنگ شده سینه باز، یعنی دورنگ. سینه باز هم باز معروف هست به این که دورنگ هست، پرنده است که یک بخشی از سینهش سفیده یا کلن سینهش سفیده. و خب البته یه نوع باز سفید هم داریم که کلن بدنش سفید کامل. و میگه شده سینه باز، دشت شده بود مثل سینه باز که یک پاره از اون سفید بود و یه پاره از اون سیاه بود. سیاهان چون شب، رومیان چون چراغ، کم و بیش چون زاغ و چون چشم زاغ. در مورد چشم زاغ هم دیدن، ما امروزه وقتی میگیم چشم زاغ بیشتر فکر میکنیم یه چشمی که سبزه و چشم به اصطلاح، حالا من یه خاطره هم دارم در رابطه با این چشم زاغ. ما در کرمون نمیگیم زاغ، چشم زاغ بیشتر تهرونی ها میگفتن، و من در بازداشتگاه سپاه پاسداران بودم اون موقعی که انفجار دفتر ریاست جمهوری اتفاق افتاد، رجایی و باهنر و اینا کشته شدن، من بازداشت بودم اون موقع، ما کلمو به قرب سبزی داد، البته جوان بودم، نوجوانی بودم، واقعا آنچنان فهم سیاسی و اینها هم نداشتم در اون موقع. من صحبت مثلا مال 30 سال پیش دیگه، بیشتر از 30 سال پیش، 35-36 سال پیش. و این یه نفر گرفته بودن و فکر میکردن که این کشمیریه، اون موقع فکر میکردن کشمیری ترور کرده رجایی رو، صحبت از این بود که یه فردی پاسداری به نام کشمیری ترور، یعنی بمب گذاری کرد. بعد ما یهو دیدیم، ما اونجا نشسته بودیم، دیدیم یک مرد قد بلند سبور، چشماش مثل ما کرمونیا اینقدر سیاه نبود، صورتش مثل ما کرمونیا اینقدر تیره نبود، اینا و بعدن و بعد این با لهجه تهرونی به ما میگفت که من کشمیریم. ما میگفتیم نه حتما نیستن شما کشمیری. ما میگفت من زاغوبورم. میگفتیم یه ذره زاغوبور هستن البته. میگفت که نه، کشمیری زاغوبور بوده، من که زاغوبور نیست. من برای اولین بار بود در زندگیم که این کلمه زاغ رو میشنیدم، زاغ و بور رو میشنیدم و میفهمیدم که او زاغ و بور یعنی یه آدمی که مثلا چشماش یه رنگ خاصیه که میگن زاغ و بور. احتمالاً به این مثلا عشایر ما که چشماشون رنگی بودن به اینا میگفتن زاغ و بور، و یا مثلا یک گروهی از ترکان ما، ترکان دیدن خیلی بینشون چشمای رنگی هست، چشمای آبی و سبز و اینها هست، و به اینها میگیم امروز زاغ. اما یه معنی از زاغ هست
خود خود کلمه زاغ رو که خب میدونیم، زاغ یه نوع کلاغه، یعنی کلاغ نیست در واقع، یه پرندهیه که حلال گوشت هم هست، برخلاف کلاغ که گوشتش حرامه، زاغ گوشتش حلاله، شکار میکنن میخورن زاغ رو. و شبیه واقعا کلاغ هم نیست، یعنی منقارش کوچلوه و اینها، و به اصطلاح دشت پر از زاغ میشه توی پاییز و اینها. و بعد توی لغتنامه ها که شما نگاه بکنید، از جمله تو لغتنامه آنندراج یه توضیح هست، میگه مرغی سیاه که منقار سرخ دارد و در چشم او دایره ای سفید. این خیلی کمک میکنه، این توضیح خیلی کمک میکنه که ما معنی این بیت رو بفهمیم. همونی هم که ما با آدم ها میگیم زاغ و بور، حالا مثل اون متهمی که میگفته که من کشمیری نیستم و زاغ و بور نیستم و این، همین لغت زاغ و بور هم که ما میگیم، یعنی که در واقع ما بعضی از آدم ها رو احساس میکردیم چشمشون روشنی داره، احساس میکردیم چشمشون برق میزنه از دور، به این دلیل هست که میگفتیم اینا زاغن. چون فرض بر اینه که در چشم زاغ، چون زاغ تمام سیاه هست، بدنش کاملا سیاه هست، پراش کاملا سیاه هست، بعد حالا چشمش یه درخششی داره. ببینید میگه تزروان رومی و زاغان زنگ شده سینه باز، یعنی دو رنگ، سیاهان چون شب، رومیان چون چراغ، کم و بیش چون زاغ و چون چشم زاغ. انگار که یه زاغی و حالا یه چشم درخشانی وسط یه اندام سیاهی، پوست سیاهی و یه یه چشم درخشانی وسط، مثل چراغی اینها وسط این دشت بودن. پرافت یکی ابر زنگارگون، فرو ریخت از دیده دریای خون. این پرافت تو بعضی از نسخه ها هست برآمد، و بهتره برآمد یکی ابر زنگارگون، فرو ریخت از دیده دریای خون. در آن سیل که از پای شد تا به فرق، یکی تشنه مانده یکی گشته غرق. و خب حالا یک طوفان، یه بارندگی هم وسط این صحنه جنگ اتفاق افتاد. جهان خسرو آهنگ پیکار کرد، به بدخواه بر چشم بد کار کرد. یعنی بلا افتاد به جان بدخواه که عبارت باشن از زنگی ها، و جهان خسروم هم که عبارت باشه از جناب اسکندر، هم آهنگ پیکار کرد به بدخواه بر چشم بد کار کرد. انگار که این رویداد کمک کرد به این رویداد سیلی که آمد یا طوفانی که آمد، کمک کرد به اسکندر. و خب میدونن همیشه من توی صحنه های جنگ یک که تصور حق علیه باطلی وجود داره، همیشه انگار که مثلا امدادهای غیبی به کمک حق میان و باطل مثلا چیز میشه، باطل مثلا تحت تاثیر چیزهای غیبی قرار میگیره. میگه خلاصه این هم پیروز شد، اون لحظه احساس قدرت کرد و چشم بد کار کرد بر زنگیان و ایشون آهنگ پیکار کرد. برآراست بازار ناورد را، برانگیخت زاب روان گرد را. خزاکندی از گورچشم حریر، بپوشید و فارغ شد از تیغ و تیر. خزاکند یه نوع لباسی هست، یا خزاگند یک نوع لباسی هست که بین رویش و آسترش یه پارچه ابریشمی میگذاشتن، که ابریشمی که خیلی خیلی جنسش خوب بوده، هم این سبک بوده، هم انعطاف پذیر بوده و هم ضد تیر میشده. فی واقع یک نوع زره بوده که خیلی هم فوق العاده گرون قیمت بوده، پنبه و ابریشم میذاشتن و این تیر ازش عبور نمیکرد، مثل این جلیقه‌های ضد گلوله‌ای که الان پلیس و اینا می قزاکندی از گورچشم حریر. گورچشم حریر هم این آقای برات زنجانی که کتابش رو شما الان دارین میبینن و بر اساس نسخه او داریم میخونیم، اگر برید اون تای کتاب تو پاورقی ها اونجا توضیح داده، توی توضیحات، که گورچشم حریر یعنی حریر ریز بافت، انگار که یک نوع پارچه رو که ریز میبافتن بهش میگفتن گورچشم.
و این اطلاعی که آقای زنجانی میده، معلومم نیست این اطلاع را از کجا آورده، توضیح هم نمیده که من اطلاع را از کجا آوردم، ولی به هر حال خیلی به نظر خوب میاد، خیلی خوب معنی دار میکنه بیت رو. میگه قزاکندی از گور چشم حریر، یعنی یک زره خیلی خوبی از هری از ابریشم ریزبافت بپوشید و فارغ شد از تیغ و تیر. اینجوری بود که دیگه تیغ و تیر برش اثر نمیکرد، میتونست بره وسط جمعیت. یکی درع رخشنده چشمدار که در چشم نامد یکی چشموار. چشموار یکی چشموار یعنی اینجور قیده، یعنی به چشم دیدنی در واقع. که در چشم نامد یکی چشموار یعنی نمیشد به اون نگاه کرد، به چشم دیدنی حتی یه لحظه هم نمیشد به طرفش نگاه کرد. یکی درع رخشنده چشمدار، چشمدار یعنی مشبه. پس یک زره درخشان مشبکی هم روی اون قزاکند پوشیده بود که در چشم نامد یکی چشمدار، یه لحظه هم نمیشد بهش نگاه کنی از شدت حالا درخشش و تلألویی که داشت. سنانکش یکی نیزه سی ارش به آب جگر یافته پرورش، و یک نیزه‌ای داشت که سرنیزه بزرگی رو بر سرش میتونستن حمل کنن و سی ارش بود، و خیلی بزرگه سی ارش، و طول نیزه میشد سی ارش، خیلی از ما حرف هست، یعنی مثلا یه چیزی حدود 15 فکر کنم، مثلا 15 فوت، همچین چیزی نمیشه. سنانکش یکی نیزه سی ارش به آب جگر یافته پرورش، همایل یکی تیغ هندی چو آب به گوهر، به گوهرتر از خنجر آفتاب، کلاهی ز پولاد چین بر سرش که گوهر به رشک آمد از گوهرش، براویخته ناچخ زهردار به وقت زدن تلخ چون زهر مار. ناچخ یه نوع نیزه هست و به اصطلاح حالا بدونن هم نوعی نیزه است، ولی من اینجا نوشتم ظاهرا نوعی تبر، چون که حالا بعدن احتمالاً بر میخورم به این که این احتمالاً یه شکل تبرگونهی داره، ولی به هر حال تو لغتنامه ها اینجوری نوشتن که نوعی نیزه. براویخت ناچخ زهردار به وقت زدن تلخ چون زهر مار، نشست از بر باره کوهفش به دیدن همایون به رفتار خش، روان کرد مرکب به میادگاه نظاره که دشمن کی آید به راه، نیامد پلنگر که پژمرده بود به اندیشه لنگر، و اندیشه لنگر فرو برده بود. خب منتظر بود که پلنگر بیاد، پلنگر خب میدونیم سردار بزرگ اون سپاه دشمن بود و اون به اندیشه لنگر فرو برده بود، اون تو ترس بود، تو فکر بود، تو تدبیر بود، و این امیدوار بود وقتی میره پلنگر بیاد، پلنگر نیومد. یکی ناچخ شه که بر وی رسید، ز زنگی ره زندگانی برید، دیگر دیوی آمد چو یک پاره کوه که از او چشم بینندگان شد ستو، همان خورد کان ناتراش دگر چونین چند را خاک خارید سر. میگه همینجوری هی آدم ها پشت سر هم کشته میشدن، خاک سرشون رو میخارید یعنی کلشون به زمین میخورد و فرود میامدن از اسب ها. سیه روی ترزان یکی دیوسار به پیچش در آمد چو پیچند مار، برونیز شهنار را ناچخی راند زود به زخمی برآورد از اون نیز دود، سیاهی دیگر زان ستمکاره تر به هر بامد از شیر خونخاره تر، همان شربت یار پیشینه خرد زمانه همان کار پیشینه کرد، نیامد دیگر کس به میدان دلیر که ترسنده بودند از آن تند شیر، انان داد خسرو سوی خیل زنگ برون خواست بدخواه خود را به جنگ، پلنگر چو دید آنچنان دست برد شد اندامش از زخم ناخورده خورد. وجدان پلنگر اینجا آزرده شد از اینکه نرفته و
از زخم ناخورده خورد شد اندامش و تصمیم گرفت بره و بجنگه با اسکندر. پلنگر چو دیدان چنان دست برد، شد اندامش از زخم ناخورده خورد. اگر خواست ور نه جنیبت جهان، سوی حربگه کام و ناکام راند. اگر خواست ور نه یعنی کام و ناکام. کام و ناکام همونی هست که ما امروز میگیم خواه ناخواه. این خواه ناخواه رفت. و اگر خواست ور نه هم اینجا یعنی معلوم نبود که واقعا نیتش این که بره یا نره. ولی به هر حال دیگه وضعیت جوری بود که باید میرفت. جنیبت جهان یعنی اسبش رو به میدان جهانید و سوی حربگه کام و ناکام راند. خواسته و ناخواسته، خواه و ناخواه رفت به سمت جنگ. انان بر شه افکند چالش کنان، به صد خاریش وقت مالش کنان. بسی زخمها زد به نیروی سخت، نشد کارگر بر خداوند بخت. و هرچی که ضربه میزد بر شاه بختیاری مثل اسکندر اثر نمیکرد. شه شیرزهره بدان فیلزور، بجوشید چون شیر بر صید گور. پناهنده را یاد کرد از نخست، نیت کرد بر کامکاری درست. این پناهنده اینجا به معنی پناه دهنده، یعنی صفت فاعلی رو به جای مفعولی استفاده کرده. و من یه جوکی هست، از بس این جوک تکرار کردم براتون دیگه احتمالاً الان شما فوش هم میدن. بگم میگن به یه کرمونی گفتن که برو دو تا پرنده نام ببر. گفت ماست و آبلیمو، چون اینا نعشگیر میپرونن ماستا. یعنی پراننده رو با پرنده کرمونیه برعکس، پراننده رو به جای پرنده به کار بود. حالا جناب نظامی هم پناهنده رو داره به جای پناه دهنده به کار میبره، یعنی خدا. پناهنده رو یاد کرد از نخست، یعنی خدا رو یاد کرد، نیت کرد و کامکاری درست و به اصطلاح دل خودش رو قوی کرد به پیروزی. تریدی به ناورد زنگی نمود. ترید ممال تراد هست و تراد یعنی حمله. تراد لغت عربی است، در فارسی اومده و به صورت ترید تغییر پیدا کرده. میگه بنابراین ترید فارسیه، تراد عربی. تریدی به ناورد زنگی نمود، که بر نقطه پرگار تنگی نمود. خب نقطه رو ببینن، تنگی نمودن خودتون میدونن که تو شاهنامه تنگی نمودن یه معنیش به معنی بسیار نزدیک شدن دیگه. حالا یا بسیار تنگ در آمدن یعنی نزدیک شدن. حالا پرگار وقتی که بر نقطه تنگی میکنه یعنی محاصره رو تنگ میکنه. پرگار اینجا یعنی در واقع دایره دیگه. دایره وقتی که تنگی کنه بر نقطه معنیش اینه که هی داره حلقه محاصره تنگ و تنگ و تنگ و تنگ تر میشه. بر نقطه، نقطه رو بگیرید به معنی زنگی، یعنی زنگیان نقطه. پرگار رو هم بگیرید اسکندر و سپاه روم بگیرید. پس میگه تریدی به ناورد زنگی نمود، حمله‌ای کرد به جنگیدن با زنگیان، که بر نقطه پرگار تنگی نمود و حلقه محاصره بر زنگیان تنگ و تنگ تر شد. به چالشگری سوی او راند رخش، بر ابر سیاه خنده زد چون درخش. چنان زد بر او ناوچخ نه گره، که هم کالبد سفته شد هم زره. ببینه این نه گره بودن ناوچخ اشاره میکنه به همون نیزه‌ای که اونجا گفته بود قبلا. و نهگره بودنش هم احتمالاً به خاطری که این نیزه ها به شکل به اصطلاح احتمالاً از نیها ساخته می شدن و نیها هم در طولشون گره 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 داشتن. حالا احتمالاً اون حساب چند عرشی که گفته بود که من میگم حدود 15 فوته،
باید با این ناچخ نوگره حساب کنیم که من حالا حوصله ندارم بشینم حساب کنم، چون که فکرم نمی کنم اصلا نظامی اینجا این دقت رو داشته باشه. میگه چنان زد بر اون ناچخ نوگره که هم کالبد سفته شد هم زره، و اون نیزه بلند خودش نیزه نوگره رو چنان زد که هم کالبد رو سوراخ کرد و هم زره رو سوراخ کرد و خلاصه از همه موانع عبور کرد. به یک باد شد کشتی خصم خورد، فرو ماند لنگر فرو ماند لنگر پلنگر بموند. لنگری باقی موند و پلنگر دود هوا شد. سردار اون کشتی از بین رفت در حالی که لنگر اون کشتی سر جاش بود. بفرمود شه از سر بارگی که لشکر بجنبد به یک بارگی. سپاه از دو سو جنبش انگیختند، شب و روز را در هم آمیختند. ز بیم چپاچق که آمد ز تیر، کفن گشت در زیر جوشن حریر. و از ترس چپاچق، چپاچق یعنی سر و صدای به هم خوردن فلزات، چرق چرق در واقع، ز بیم چپاچق که آمد ز تیر، کفن گشت در زیر جوشن حریر. و اون حریرهایی که زیر جوشن گفتم اینها میپوشیدن که همون تو قزاگند، تو توضیح قزاگند خدمتتون عرض کردم، تبدیل شد به کفن تن اینها از بس که سر صدای تیر و ترس و وحشت جنگ بالا گرفته بود. ترنگا ترنگ درخشنده تیر، ز ماه درقها برآورده میخ. درق یعنی سپر و ماه درق یعنی گردی سپر، یعنی در واقع سپری که به شکل ماه هست گرده. میگه ترنگا ترنگ، ترنگا ترنگ هم باز اشاره به همون جرنگ جرنگه، در واقع جرنگ جرنگ یاد همون سر و صدا هست. اون چق چق اونجا سر صدا بود، اینجا جرنگ جرنگ در واقع هست. میگه ترنگا ترنگ درخشنده تیغ، سر و صدایی که تیغ درخشنده، یا بگیم مثلا تیغ درخشنده رو بگیریم مثل برق و ترنگا ترنگش رو بگیریم مثل رعد، یعنی رعدی که این برق با خودش داشت، ز ماه درک ها از ماه سفرها برآورده میخ. و یه ابری دور ماه سفرها ایجاد کرد، یعنی یک غباری پراکنده شد و صدای شمشیرها به گوش میرسید و برق شمشیرها در بین این گرد ها دیده میشد، غبارها دیده میشد، و هر از چندگاهی هم درخشش یه دایره سپرها از بین لشکر به چشم میخورد. به نظرم یکی از بیتهای خیلی خوبه نظامی هست تو توی توصیف جنگ. ترنگا ترنگ درخشنده تیغ، ز ماه درقها برآورده میخ. تنوره ز تفسیدن آفتاب، به سوزندگی چون تنوری به تاب. و تنوره هم که میدونین اون به اصطلاح شعله‌ای که برمیکشه یا دودی که بلند میشه و مثل یک ستونی از آتش یا مثل ستونی از دود به هوا میره. ز جوشیدن سر به سرسام تیز، جهان کرده از روشنایی گریز. سرسام به نظر میسه همون میگرن هست، و میدونن میگرن، کسانی که میگرن دارن و مخصوصا حالا شکلای خیلی شدیدش، اینها از روشنایی میپرهیزن، روشنایی اذیتشون میکنه. وقتی که اود میکنه میگرن و خیلی اوج میگیره، اینا ترجیح میدن برن در مثلا یه جایی در ببندن، چراغ رو خاموش کنن، تو تاریکی سپری کنن اون اوج بیماریشون رو، به خاطری که نور افراد میگرنی رو اذیت میکنه. حالا ناکنن میگه سرسام، میگه ز جوشیدن سر به سرسام تیز، از این دردهایی که در سرها ایجاد شده بود و این ضرباتی که به کلاه خدا میخورد، جهان کرده از روشنایی گریز. دنیا از
نور و روشنایی و برق و درخشش نیزه ها و اینها داشت فرار میکرد، همه داشتن میرفتن دنبال سوراخ موش و برن توی سوراخ قایم بشن و خلاصه دنیا در یک ترسی قرار گرفته بود. سبس زنگی کشته بر خاک راه، زمین گشته در آسمان روسیا، عقیق از شبه آتش افروخته، شبه گشته از آتش سیاه سوخته، از آتش سیاه سوخته. سیاه سوخته همون سیاه سوخته ای که ما امروز میگیم به معنی تفتیده، و عقیق رو شما بگیرید به معنی رومی به دلیل اینکه عقیق قرمز هست، و شبه رو بگیرید به معنی زنگی چون شبه سیاه هست، و میگه عقیق از شبه آتش افروخته. و خب این یه جورایی مکسنس هم میکنه به خاطری که زغال سیاه هست و آتشی که ازش بلند میشه مثل عقیقه، یعنی عقیق از شبه آتش افروخته، شبه گشته ز آتش سیاه سوخته، و اون زغال از آتش تفسیده شده، تفتیده شده، سیاه سوخته شده. سبک شد شبه گشت گوهر گران، چون این است خود رسم گوهرگران. و گوهرگران یعنی جواهرشناسان، منطقی است که گوهر رو انتخاب میکنن و شبه رو رجحانی نمیدن و کنار میذارن و شبه رو ترجیح نمیدن بر گوهر. میگه به خاطر همین هم هست که گوهر بالاخره پیروز شد، آتش در جان زغال افتاد، زغال تفتیده شد، عقیق پیروز شد و آتش در سیاهان افتاد و زنگی. اسیر سمنبرگ شد مشک بید، غراب سیاه سید باز سپید. و مشک بید یعنی همون بیدمشک، بیدمشک اسیر یاسمن سفید شد و باز سپید تونست زاغ سیاه رو شکار کنه. سراسیمگی در منش تاخته، ز رخت خرد خانه پرداخته. و هزیمت افتاد در بین سپاهیان زنگی، سراسیمگی در منش تاخته، ز رخت خرد خانه پرداخته، ز دل دادن چاوشان دلیر، دلاور شده گور بر جنگ شیر. ز گفتن که هوی و دیگر بارهان، برآورده سر های هوی از جهان. ستیز دو لشکر چو از حد گذشت، زمانه یکی را ورق در نوشت. میگه تومار یکی از اینها در نوردیده شد و خلاصه مغلوبه شد جنگ. قوی دست را فتح شد رهنمون، به زنهار خواهی در آمد زبون. این اونی که ضعیف‌تر بود تسلیم شد، در آن تاختن لشکر رومیان، به زنگی کشی بسته هر سو میان. خب اونجا دیده بودن، گفته بود یکی سراسیمگی افتاده بود و اینها فرار کردن. بعد در واقع میگه که دیگه حتی سربازان مثلا رومی هم بر افسران زنگی دلاور شده بودن، حمله میکردن به سمت اونها. و خلاصه ورق برگشت و مغلوبه شدن. ز گفتن که هوی و دگر بارهان، برآورده سر های هوی از جهان. همه این سر و صدا که بگیرید و ببندید و دستگیر کنید و اینها هم هایهویی در جهان ایجاد کرد. ستیز دو لشکر چو از حد گذشت، زمانه یکی را ورق در نوشت. ورق در نوشتن یعنی تومار در هم پیچیدن. تومار یکی در هم پیچیده شد که حالا ما میدونیم زنگیان. سکندر به شمشیر بکشاد دست، به بازار زنگی در آمد شکست. چو زنگی در آمد به زنگان رود، ز شهرود رومی بر آمد سرود. شهرود اسم یه سازی هست و
در ضمن حالا فکر میکنم اسم یه شهری هم هست که خسرو پرویز در که در نزدیکی های بغداد ساخته، ولی خب حالا اون که خیلی بعد از این واقعه هست، یعنی خیلی بعد از ماجرای اسکندر، ولی اینجا به معنی همون سازه. میگه چون زنگی در آمد به زنگان رود، زنگان رود هم تو لغتنامه ها که نگاه بکنید نوشته مثلا نام رودیست، بعضا معلوم نمیدیست این رود کجا هست. و میگه چون زنگی در آمد به زنگان رود، یعنی اینها فرار کردن و رفتن به سمت رودخونه و خودشون رو انداختن تو آبها و جان خودشون رو در واقع اینجوری نجات بدن. ز شهر رود رومی بر آمد سرود، این طرف رومیان جشن گرفتن و شروع کردن به نواختن و ساز زدن. سر رایت شاه بر شد به ماه، ز غوغای زنگی تهی گشت راه، فرو ریخت باران رحمت ز میخ، فرو شست زنگار زنگی به تیغ، یعنی به وسیله تیغ با شمشیر. ستاده ملک زیر زرین درفش، ز سیفور بر تن قبایی بنفش. و از ابریشم، سیفور هم معمولا ابریشم خیلی تیره است، حتی ابریشم سیاه. میگه ز سیفور بر تن قبایی بنفش، ز هر سو کشان زنگی چون نهنگ، به گردن در افسار یا پالهنگ. کسی را که زیر علم تاختند، به فرمان خسرو سر انداختند. هر کس هم که تونستن دستگیر کردند و قتل عام کردند. در آن وادی از زنگیان کس نماند، و گرماند جز خرد کرکس نماند. گروهی که بر پیل کردند زور، فتادند چون پیله در پای مور. پیله رو وقتی فردوس نظامی به کار میبره عمدتاً به معنی کرم پیله هست، نه خود پیله. و فتادن چون پیله در پای مور، یعنی مثل کرم پیله در پای مور. گروهی که بر پیل کردند زور، فتادن چون پیله در پای مور. کری بنده کو بار مردم کشد، گهی شم کشد گه بری شم کشد. کری بنده یعنی حمال، به اصطلاح بنده کرایه‌ای یا چاپاردار یا کسی که بار دیگران را حمل میکنه. کری اینجا یعنی کرایه در واقع. این کرمونی ها میگن کراونده. اگر کرمونی بخواب بخونیدش میخونه کراونده. میگن یه کرمونی وقت رفته بود شیراز، بعد یه پنکه میخواستی کرایه کنه، رفته بود توی مثلا یه جایی که کرایه میدادن، گفت بود شما پنکه ورکرا دارن؟ یارو گفت بود نه ما توشیبا داریم، مثلا ارج داریم، ورکرا نداریم. بعد گفت بود نه من پنکه ورکرا میخوام. گفتن نه ما ورکرا نداریم. و خلاصه بالاخره اینقدر این مغازه و اون مغازه رفته بوده، ورکرا یعنی برای کرایه در واقع. کرایی که ما کرمونی ها میگیم این همین شکل است. کرابنده کو بار مردم کشد، گهی شم کشد گه بری شم کشد. شم یعنی کفش. میگه که وقتی که شما به اصطلاح چهار پادار باشی، یه وقتی بارتون کفش میخوره به باره، یه وقتی هم ابریشم میخوره به باره، هر چی که بخوره باید ببری. حالا یه وقتی بارت خیلی نفیسه، خیلی گرون قیمته، خیلی ارج و قرب داری، تو رام هم هی آدم ها همراهت میان، هی تعارفت میکنن، هی چایت میدن، هی که مبادا مثلا بارشون، یه وقتی هم بار کفش میخوره مجبوری اونو ببری دیگه. حالا دیگه به هر حال اینجوری میگه که این گروهی که بر پیل کردند زور، یعنی زنگیان، اینا فتادند چون پیله در پای مور. افتادند در حالی که مورچه ها دو مثل کرمی بودن که مورچه ها دورشون رو احاطه کرده بودن و داشتن میخوردنشون، تکه پارشون میکردن. و همیشه اینجوریست، شما وقتی که باری رو هم میکنی، یه وقت پیروزی، یه وقت فاخر اون باره، یه وقت ارزش داره، یه وقتی هم میفتی به پیسی و بدبختی و کفش باید هم بکنی. چو خصمان گرفتار خاری شدند، حبش در میان زینهاری شدند.
و این قوم، این حبشیان، این زنگیان آمدن پناهنده شدن. شاهان وحشیان را که بود از حبش نفرمود کشتن در آن کشمکش، ببخشود بر سختی کارشان، ز شمشیر خود داد زنهارشان. این سختی کارشان یعنی فلاکتی که در واقع اینها مبتلا به بودن و کشیده بودن در زندگی، یعنی بر اون بدبختی ها و تیر و روزی های اینها اسکندر رحم کرد و ز شمشیر خود داد زنهارشان و اونهایی که امان خواستن پادشاه بهشون امان داد. بفرمود تا داغشان برکشن، حبش زین سبب داغ در آتشن. و میگه که ماجرای بردگی حبشیان از اینجا شروع شد. تا به اون روز حبشیان اینقدر به بردگی نرفته بودن و اینها معروف به بردگی نشده بودن و اون روزی بود که اینها برای اولین بار به بردگی برده شدن و داغ در آتش دیگه از اون به بعد شدن و دائم این بردگان سیاه حبشی دیگه مشهور شدن. فروزنده شان کرد از آن گرداغ، که از آتش فروزنده گردد چراغ. ز بس غارت آوردن از بحر شاه، غنیمت نگنجید در ارزگاه. و اینقدرم غنایم اووردن که این غنایم ها دیگه جا نمیشد. ارزگاه یعنی اون میدانی که داشتن بر شاه عرضه میکردن. چو شاهان متاع گران سنج دید، چو دریا یکی دشت پرگنج دید. بجز گوهرین جام و زرین عمود، به خروار انبر به انبار عود. بجز گوهرین جام و زرین عمود یک نوعی از تعریف از زیادی است. مثلا فرض کنید من میخوام بگم که رفتیم منزل آقای ریاضی، خیلی شامشون مفصل بود، میگم غیر از پلو خورش و چلو کباب، حالا سالادم بود، فلانم بود، فلانم بود، بهمانم بود، چم بود، چم بود. این یه نوعی از تعریف و تمجید از زیادی یک چیزی. به جز فلان اینم بود، اینم بود، اینم بود. حالا میگه بجز گوهرین جام، یعنی در اون غنایمی که آورده بودن، میگه بجز گوهرین جام و زرین عمود، حالا اینا رو که هیچ، اینا که بذاریم کنار، به خروار انبر به انبار عود. انبار انبار عود آوردن و خروار خروار انبر آورد. هم از زر کانی هم از لعل و در، بسی چرم و کنتارها کرده. کنتار یعنی کیسه چرمی و بسی چرم و کنتارها کرده پر. کیسه های چرمی و چرم حیوانات رو پر کرده بودند از زر کانی و از لعل و در. یه اصطلاحی باز در کرمون هست، حالا من امشب خیلی اسم کرمون دارم میبرم، یه اصطلاحی هست در کرمون که میگن از بابت این بچه من خیلی کمتر جویدم، یعنی لبم گاز گرفتم. مثلا میگن که رفتیم مهمونی، خیلی آبرو ماره ای پسرمون اونجا بود. میگیم خب چطور شد؟ میگن هی حرفای بد زده، هی حرفای مزخرف زد جلو مهمونا، هی ما کمتر جویدیم، هی یه حرف مزخرف زد، هی ما کمتر جویدیم، هی یه حرف مزخرف. کمتر جویدن یعنی لبشون رو گاز گرفتن یا پشت دستشون رو گاز گرفتن. ببینن از بابت چش کمتر جویدم، آنگاه که شد روی تو آرام. وقتی تو خودت رو آرایش کردی، من رفتم دستم رو گاز گرفتم یا زبونم رو گاز گرفتم یا لبم رو گاز گرفتم. این کمتری که ما کلمونی ها میگیم همینه، همین کنتاره، یعنی چرم، یعنی اینقدر خودمون رو گاز گرفتیم، پوستمون رو گاز گرفتیم، یعنی در واقع یه جوری تحقیر خیشتن هم توش هست، یعنی خر شدیم و خودمون رو گاز گرفتیم، گاف شدیم و خودمون گاز گرفتیم، تحقیر شدیم و خودمون رو گاز گرفتیم. هم از زر کانی هم از لعل و در، بسی چرم و قنتارها کرده پر. ز کافور چون سیم صحرا سطوح، ز سیم چو کافور
صد پاره کو. میگه از کافورهایی که مثل نقره سفید بودن صحرا پر شده بود و کافور چون سیم صحرا ستوه شده بود، خسته شده بود، کمر بیابون شکسته بود. ز سیم چو کافور، از نقره های سفید مثل کافور، صد پاره کوه. کوههای نقره بود که اونجا جمع کرده بود. همان زنده پیلان، زنده پیلان گنجینه کش، همان تازی اسوان تاووس وش، همان برده نوبی و بربری، سبق برده بر ماه و بر مشتری. نوبی یعنی اهل نوبه، و نوبه یعنی زنگبار یعنی سودان. همان برده سودانی و بربری، سبق برده بر ماه و بر مشتری، که خوشگلتر از ماه بودن، سبق بردن یعنی جلو زدن، پیروز شدن، خوشگلتر از ماه بودن و از مشتری. ز برگستوانهای گوهرنگار، همان چرم زرافه آبدار. و زرافه هم لغت عربی است که از عربی وارد زبانهای اروپایی شده و در انگلیسی و زبانهای اروپایی هم وارد شده، از عربی وارد فارسی هم شده و ما هم لغت زراف، زراف، زراف رو کار میبریم به صورت زرافه و زراف و اینها تو شعر فارسی میکار. زبرگستوانهای گوهرنگار، همان چرم زرافه آبدار، همه روی صحرا پر از خواسته، به گنجینه گوهر آراسته. شه از فتح زنگی و تاراج گنج، براسود و ایمن شد از درد و رنج. به عبرت در آن کشتگان بنگریست، بخندید پیدا و پنهان گریست. اسکندر فهیم بود، دانشمند بود، فلسفه بلد بود، فیلسوف بود، غره نمیشد به پیروزیش. میگه بخندید پیدا و پنهان گریست. در باطن ناراحت بود که چندین خلایق در این داروگیر، چرا کشت باید به شمشیر و تیر؟ واقعا از خودش میپرسید که این پیروزی آیا ارزش داشت که این همه آدم کشته بشن؟ گناه گر بر ایشان نهم نارواست، بر از خود خطا بینم این هم خطاست. من چجوری قضاوت کنم راجع به این کشتار، در حالی که نه خودم خطا کردم و نه اینا گناهی دارن؟ اینها آمدن جنگیدن به خاطر که میخوان تریتوریشون بزرگ کنن، سرزمین هاشون بزرگ کنن، منافع خودشون. ما هم داریم میجنگیم به خاطر که سرزمین خودمون، کشورهای تحت حمایت خودمون رو چیکار کنیم؟ سرپرستی کنیم. فلک را سرانداختن شد سرشت، نشاید کشیدن سر از سرنوشت. میگیم روزگار قتاله، اینا رو داره اسکندر میگه برای توجیه عمل خودش. داره میگه که روزگار قتاله، روزگار مبنا و قانون روزگار بر کشتاره و نشاید کشیدن سر از سرنوشت و ما نمیتونستم کاری بکنم، اینا هم نمیتونستن کاری بکنم. چو دردانه لاجوردی نقاب، سر از گنبد لاجوردی متا. و اینجا در واقع آقای اسکندر داره به خودش میگه، یا نظامی داره به اسکندر میگه، میگه اگه میتونی، اگه عرضه داری، اگر فکر میکنی که میتونی سر از سرنوشت بیرون بکشی، اگر میتونی دنبال سرنوشت نری، here you are، این گوی و این میدان، سر از گنبد لاجوردی متا، اگر ای خورشید، اگر میتونی طلوع نکن. چو دردانه لاجوردی نقاب، دردانه یعنی خورشید و لاجوردی نقاب هم یعنی که در واقع یک نقابی از شب بر چهره داره، چون خورشید یک نقابی از شب بر چهره داره و هر صبح که میشه این نقابش رو کنار میزنه و میگه که حجاب بی حجاب و میاد بیرون. فلواقعه میگه چو دردانه لاجوردی نقاب، میگه که مثل خورشید که حجاب لاجوردی خودش رو کنار میزنه، اگر میتوانی سر از گنبد لاجوردی متاب، اگر میتونی طلوع مکن.
فلک ها که چون لاجوردی خزند، همه جامعه لاجوردی رزند. میگه میخوای به این قتال بودن سرشت سر به اصطلاح سرشت جهان، سرشت فلک پی ببری؟ بذار من تو رو راهنمایی کنم، بذار یک کلیدی به تو بدم، بذار به تو یه توجهی بدم که فلک ها همه جامعه لاجوردی رزند. رزیدن یعنی رنگ رزی کردن. جامعه لاجوردی رنگ رزی میکنن یا تولید میکنن، یعنی که لباس عزا میدوزن. میگه فلک ها رو نگاه کن، همشون لاجوردی هست و لاجوردی لباس عزاست، اون سیاهی به اصطلاح ناش سیاهی کبود، یا مثلا بگیم سیاهی که حالا یکم آبی پررنگ در واقع، آبی خیلی پررنگ. میگه فلک ها، میگه نگاه کن اینها همه خزهایی از لاجوردی دارن، افلاک، و همشون دارن انگار لباس عزا میدوزن و میپوشن. این به خاطر سرشت طبیعت. در این پرده کش سرودی مگوی، در این خاک شوریده آبی مجوی. میگه چی دلت خوشه که شادی میجوی در این دنیایی که همه افلاکش لباس عزا میدوزن، و در این خاک شوریده، یعنی این خاک آشفته، آبی مجوی. یه آبروی میجویی و یه اعتباری میجویی و یه نشاط و تراوتی میجویی. آب رو بگیرید به معنی تراوت. میگه تو این خاک تراوتی نیست. که داند که این خاک انگیخته به خون چه دلهاست آمیخته. واقعا فکر نمیکنه اینا رو داره هوشنگ ابتهاج میگه. ناکنه شعرش چقدر شبیه اینجور شعر ابتهاج، یعنی ابتهاج اینجا چقدر شبیه نظامی سخن میگه. میگه که داند که این خاک انگیخته، خاک انگیخته یعنی خاک قلمبه شده، خاک برآمده، به خون چه دل هاست آمیخته. همه راه اگر نیست بیننده کور، عدیم گوزن است و کیمخت گور. میگه شما این مسیرهایی که دارین توی دنیا میری، اگه کور نباشید میبینید که چقدر گوزن خاک شدن، شرم گوزنان این راه رو داره میسازه، و کیمخت یعنی پوست گور خرها این مسیرها رو رنگین کردن. میدونین گوزن و گور خر هر فردوسی هم میگه که زمانه، عذر میخوام از شما، فردوسی هم میگه که زمانه مثل پیرمردیه که داست دستشه و همه رو درو میکنه، به هیچ کسی رحم نمیکنه، کوچیک و بزرگ و جوان و پیر هم نمیشناسه. ضمن سلام به شما گفتم اینم بگم. من شما رو دیدم، یه اشاره هم کردم بهتون که حواستون جمع. بله خیلی متشکرم. مخلصی بابا. عرض به خدمتتون که عدیم گوزن است و کیمخت گور. و نکته ای که انتخاب گوزن و گور در این بیت هست این هست که گوزن و گور هر دو تیزتکن و پای فرار دارن و کسی به گردشون نمیرسه. میگه اینهایی که کسی به گردشون نمیرسه همشون لط و پار شدن توی این راه، توی این مسیر. اگر چشم بیننده ای باشد، عدیم گوزن میبینه و کیمخت و گور میبینه. و خلاصه اینجوریه روزه. نمیدونم وقت داریم پیش از بریک. آره 8:25 دقیقه است، بذاریم بقیهش رو بعد از بریک. ارادتمندم جناب آقای ریاضی عزیز. قربون. سلام.